بیا هم خر اغلاس په استیدیو کې میلمانه لرو خاغل فرمان اتل د تعلیمی مرکزونو یو تن استاد دی چې نن خبرونه کې مونږ سره دی او د اعتماد په نفس په اړه ورسره خبرې کوو. خاغل اتل ډیر خر اغلاس. صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین. بیاین در آغاز یک تعریف کوتاه از اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشیم. خب می دوانیم تعریف کوتاه از این را بکنیم، مثلا چگونگی قضاوت مثلا خود فرد با اعتماد به نفس می باشه، یعنی چقدر حاکمیت داره بالای سخنهای خود، امین یعنی اعتماد به نفس یه زور نمایل می سازد در زندگی روزمره خود. و عزت نفس هم می دانیم بگیم مثلا یعنی احساس ارزشمندی که فرد نسبت به خود داره. بسیار عالی. کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس چقدر تاثیر داره روی تصمیم گیری در زندگی؟ خب تصمیم مثلا زیاد می دانند داشته باشه. اگر انسان مثبت فکر بکنه در زندگی خود، حتما کارهایی که مثلا در زندگی انجام میدهد به موفقیت میتونه برسه، یعنی به کوتاه‌ترین بسیط‌ترین فرصت به موفقیت برسه. و در ضمن ازی انسان همیشه باید مثبت اندیش باشه در زندگی خود. وقتی که ما مثبت اندیش باشیم در زندگی خود، ما میتونیم هر کاری که خواسته باشیم با وجه حسنش ما میتونیم انجام بدهیم. بسیار خوب. شما چی فکر میکنین؟ اعتماد به نفس در جوانان امروزی و در عمومیات اگر فکر کنیم به چه اندازه وجود داره؟ آیا اعتماد به نفس لازم که باید یک جوان داشته باشه در اجتماع ما جوانان دارن یا خیر؟ خب انسان ها متفاوت هستن، یعنی انسان هایی هستن که اعتماد نفس بالایی دارن و انسان هایی هستن که اعتماد نفس زیاد پایین دارن. این بر میخوره به مثبت اندیشی. انسانی که در زندگی خود مثبت فکر میکنه حتما روز به روز اعتماد به نفس از اون بالا میره، و کسایی که منفی فکر میکنن روز به روز اعتماد به نفسشان کاهش پیدا میکنه. خوبی است که انسان باید همیشه جنبه های مثبت در زندگی در نظر بگیره. همین جنبه های مثبت باعث از این میشه که ای در زندگی خود موفق و پیروز باشه. بسیار. تا به شاید خودتون مثالی شده باشید که بعضی افراد هست وجودی که بسیار با استعداد هستن اما اعتماد به نفس بسیار پایین دارن، حتی تصمیم زندگیشون رو گرفتن نمیتونن و نمیتونن یک راه درست انتخاب بکنن. حالا چه راههایی وجود داره که اعتماد به نفس خود بلند ببره؟ میشه روی موضوع تفصیلی صحبت کنیم و تمامی نکات را یادآور شویم تا بیننده ها بیشتر درک کنیم. بله. خب یعنی در زندگی خود شجاع باشم، هر چیز ممکن بدانم، هیچ چیز ناممکن ندانم. یعنی در زندگی هر چیز ممکن است، اگر تو خواسته باشی میتونی. یعنی هیچ چیز ناممکن نیست، خواستن توانستن است، جوینده که است یابنده است. و مثلا یکان شاگردای محصولین عزیز ما هستن، مثلا همیشه منفی فکر میکنن، میگم من نمیتوانم. امی کلمه نمیتوانم خودش باعث ازی میشه که یعنی اعتماد به نفسش بله. کاهش پیدا بکنه. اگر ای مثلا به این فکر باشه که هر کار ممکن هسته و میشوه، تب و تلاش داشته باشه، پس میدانه زیاد بازانی به هدف خود نایل بیاد. بسیار عالی. و گفتنی تان یا توصیه شما برای افرادی که همیشه منفی فکر میکنن و فکر میکنن که هیچ کار ممکن نیست چی هست؟ خب جوانایی که منفی فکر میکنن، یعنی توصیه ما برای از دعا همی است که همیشه باید در زندگی خود مثبت فکر بکنه. وقتی که مثبت فکر کرد، امی باعث یعظی میشه که دیگه جوان ها هم تشویق شد. امی مثبت اندیشی خودش باعث یعظی میشه که انسان فعال باشه در زندگی خود و هر آن چیزی که خواسته باشه میتونه او را در زندگی یعنی انجام بدهد و در پهلوی ازی یک برنامه داشته باشه. وقتی که ما برنامه داشته باشیم و تب و تلاش بکنیم،
و مشوره بخواهیم و در نهایت تصمیم گیری خود یعنی لازم بداریم، پس میدانیم صاحب عزت نفس بالایی باشیم. بسیار عالی. شما وقتی که تازه جوان شدین، بچه ما آمدین، در جامعه رشد کردین، اعتماد به نفستان چیگونه بود؟ از اول اعتماد به نفس داشتین یا ایره کسب کردین، تجربه کردین، یاد گرفتین و اعتماد به نفستان را بالا بردین؟ خب اعتماد به نفس که هستم، وقتی که در جامعه ششت فیز داشته باشی با اشخاص که مثلا مثبت اندیش باشن، روز به روز یعنی اشخاص پیدا میشن که هم سطح خود شخص انسان باشن. در اینجا هست که تو میتوانی از او یک چیزی را بیاموزی و یک چیزی را از او انتقال بدی. امی باعث از این میشه که اعتماد به نفس روز به روز در جامعه افزایش پیدا کنه. شما هم همینطور با افرادی که اعتماد به نفس بالا و مثبت اندیش بودن نشست و برخاست داشتین تا تانستین اعتماد به نفسان را بالا برید؟ با اشخاص های متفاوتی بوده، اشخاصی که مثلا نفهمم مثبت اندیش هسته، اشخاصی هسته که پرتلاش هسته، من راهی از این اشخاص را تعقیب میکنم و اشخاصی که منفی اندیش هستن، همیشه منفی فکر میکنم، باید انسان از اون جلوگیری بکنه. دقیقاً که بزرگترین راهکار میاد. اگر باید داشته باشه، شیرین یکی از میمانای ما گفت اگر ما از افرادی که عادات خوب دارن، رفتار خوب دارن تقلید کنیم و این رفتار و کردار اونا را هر روز در زندگی ما انجام بدیم، یک روزی این عادت بر ما هم تبدیل میشه به یک عادت دائمی و ما مستقیم و به شکل اتومات و خودکار میشیم یک آدمی که تمام راه ها را بلد است و عادت های خوبه جاگزین عادت های بد کرده. بسیار خوب. شما در این مورد با جوانان کار کردین، چقدر انگیزه دادین و چقدر تغییر کردن در رفتارشان؟ خب در صورت وقتی که من تدریس میکنم، یعنی همیشه شاگردهای خود را گفتیم که یعنی همیشه از کوشش بکنیم صاحب عزت نفس باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم و همیشه وارا کوشش کردیم، مثلا تشویق کردیم در همه عرصه‌های زندگی. یعنی شما میتوانید هر مثلا هر تصویری که مثلا امروز پیش خود دارین، این را میتونین در آینده نمایان بسازین و این تصویر میتونه البته با تب و تلاش نمایان شود. یعنی خدا نخواسته معصومین و شاگردانی که خوابای غفلت بزنن هرگز نمیتونن به هدف خود، به رویاهای خود برسن و بهترین چیزی که وجود داره باید انسان یک انسان دیگر را یعنی تشویق بکند و در اینجا که هست نقش اساسی را که بازی میکنم مراکز آموزشی و خود فامیل انسان باشه. بسیار عالی. بدون شک فکر میکنم که استادان برای دانشجویانشان الگو هستند. دقیقاً. خودم درس میخوندم، استادی که همیشه منفی فکر میکرد، نه من متاثر میشدم، من بیانگیزم میشدم، ولی استادایی هم داشتیم که تمام ما رو تشویق میکرد، یعنی از یک رو به روی دیگه میشدیم ما، که چقدر تفاوت بین استادای ما وجود داشت و چقدر ما از صحبت های از اون انگیزه. دقیقاً. استاد دقیقاً کدام مضمون درس میتید و چطور از فرایند یادگیری شاگردا؟ ما مضمون زبان انگلیسی را تدریس میکنم و البته خوب است دیگه، بد نیست. یعنی کسایی که بخواین حتما به هدف خود میرسن. بیشترم در گفتار خود گفتم که یعنی خواستن توانستن است. دقیقا. تو که بخوایی هر کاری میشه. تو که نخوایی هیچ کاری نمیشه. هر کاری که خواسته باشی میدونی، یعنی به وجه احسنش انجام بدی، فقط اقدام لازم است و برنامه باید داشته باشیم. بسیار خوب. استاد، با آینده جوانا و شاگردایی که شما دارین چقدر خوشبین هستی؟ خب باید انسان همیشه در زندگی خود امید داشته باشه و هر چقدر میتونه یعنی کوشش بکنن دست دیگرا رو بگیره، کمک بکنن، یعنی در وسط توان خود که هر چقدر داره، خصوصا در عرصه تعلیم. یک انسان که در عرصه تعلیم یعنی یک انسان دیگر را کمک بکنه، اوی انسان یعنی تا یوم القیامت هرگز هیچ وقت او را فراموش نخواهد. دقیقا. یعنی تعلیم خودش که است روشنی است،
روشنی هستم. پس این روشنی را هر انسان کوشش بکنه و دیگران انتقال بده. دقیقاً. استاد در مورد کارها و پلانهای آینده تانم بر ما بگویید. خب هر انسان از خود یک برنامه دارد. برنامه من این است که بخیر ماستری داشته باشم در رشته اقتصاد و در بحوی از این میخوایم یعنی زبان انگلیسی را که تدریس میکنم یعنی بیشتر و بیشتر تلاش داشته باشم به سطح کلابراتورم که فردا روز مایه خدمت قسمی که فعلا هستم بیشتر بیشتر از این باشم. بسیار عالی، خیلی خوش آمدین به برنامه، صحبت های خوبی داشتین و واقعا ما فکر میکنیم که نیاز داریم به اینکه با جوانان بیشتر کار کنیم تا اعتماد به نفس بالایی داشته باشن و با اعتماد به نفس بالا بتانن کارهای بزرگ انجام بدن. پیام گفتنی تان بر جوانان چیه؟ خب پیام گفتنی ما بر جوانان این است که یعنی یا وقتی که میخواین یعنی درباره عزت نفس میخواین یعنی صحبت داشته باشن، چهار تا عین در زندگی در نظر بگیرن. عینی اول که هستن عقل هستن، باید هر انسان از عقل خود استفاده کنه، استفاده وجه اصل داشته باشه. عقل قسم یک چیز است مثل که آینه در باران بگذاری، باران سرش میبارد و شکل تدریجی آستا آستا زنگ میبارد اگر از این استفاده نبارد. یعنی هر انسان باید کوشش بکنه استفاده داشته باشه که زنگ نزنه عقلشان. دقیقا. و عینی دوم که هسته علم هسته، سطح علمی خود کوشش بکنم بلند ببرم، ظرفیتشان را بالا ببرم. ظرفیت خود یعنی بالا ببرم، سطح علمی را یعنی چه قسم یا میدانم بالا ببرم، دور از شما و یک تعداد جوانان البته هستم که یک کتاب را بخوانم خود جمیع و تمالات پروفیسور احساس کنم. دقیقا. علم بحر است، کوشش بکنم از این بحر استفاده بکنم، هر چقدر سطح علمی را بلند ببره فردا روز میتونه با اشخاص بلند پایه افهام و تفهیم داشته. دقیقا. و عین سیوم که هست عشق است. عشق به این معنا نیست که با دختر همسایه نه باشه، عشق واقعی عشق به خداوند جل جلاله، به کتاب خداوند جل جلاله، به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، به جامعه، به مردم، به جامعه، به مردم، به فامیل خود، یعنی این رو میگه عشق واقعی. دقیقا. و عین آخر که هسته عقیده است، باید عقیده سالم داشته باشیم. دقیقا. کسایی که عقیده سالم دارن در حقیقت عزت نفس دارن. و پیام آخر من برای جوانان این است که یعنی هر جوان باید کوشش بکنه فرهنگ مطالعه را به خود اختصاص بده. دقیقا. بله. وقتی که فرهنگ مطالعه را به خود اختصاص بده این میدانه یعنی مایه خدمت برای فامیل خود، برای کشور خود، در کل بر جهان، برای کل در جهان یعنی مایه خدمت باشه. دقیقا. و من برای همه جوانای عزیز خود افتخار میکنم، یعنی البته ستون تمدن که هست کتاب است. دقیقا. ستون تمدن کتاب است و غذای روح که هست، غذای روح کتاب است. دقیقا. کسایی که کتاب میخوانم به این باور باشن، به این عقیده باشن که یا اشخاص موفقی در اون دارم. بسیار عالی، تشکر، سپاس از حضورتان در برنامه. من با امید از این هستم که یک روز البته تمام وقت جوانای ما با انگیزه، با اعتماد به نفس کامل حرکت بکنن و موفق باشن. صحبت های ما را با استاد شنیدین و فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه ما را دنبال بکنید.